هیجان زده ای؟ آره. بیشتر از خودم به تو اعتماد دارم. عادت میکنی. تو موفق میشی. از پس همه چی برمیایی. خب این که درسته. اما ثبت نام کردن و خونه پیدا کردن و کار کردن، اونم تو آنکارا، اونجا رو اصلا بلد نیستم. تو نری تو دریا شنا کردن یاد نمیگیری، باید غرق بشی تا نجات پیدا کنی، باید بسوزی تا پخته بشی. من اینجوری بزرگت کردم. چند تا مجله بخرم بابا، بریم تو راه بخونیم. باشه، اما اول بیا یه چای بخوریم. مقصر خود منم که بهت اعتماد داشتم اپیک، اما اشتباه میکردم. من که مثل تو نیستم. فکرشم نمیکردم دخترم بخواد همچین کاری رو با من بکنه و منو تو درد سر بندازه. باور کن فکرشم نمیکردم. حیف اون همه زحمتی که برات کشیدم. چرا اینجوری میکنی؟ مگه پرستاری چه مشکلی داره؟ اون آرزوی توه مامان. آرزوی تو نیست؟ ببین، داستان زندگی همه بازیگرا اینجان. هر روز یه آبروریزیشون رو چاپ میکنن. هر تهمتی که فکر کنی بهشون میزنن. ببینم تو هم میخوای مثل اونا بشی؟ ای چرت و پرت نگو مامان. یه بچه به مامانش نمیگه تو چرت و پرت میگی. هیچ وقت هم نمیذارم. هیچ وقت. این آرزوهاتو بریز دور. الانم خوش و خوشحال میریم خونه. وقتی ازدواج کردی آزادی، اما تا وقتی که تو خونه ای منی باید تابع قوانین من باشی، همینی که گفتم. حق با توه. من کیم؟ یه بدبخت بیچارم که قبل از ازدواج تو مشت توه و بعد از ازدواج تو مشت شوهرش، مگه نه؟ لجبازی لجباز، اما من خیلی خوب میدونم باهات چی کار کنم. دیگه چی کار میکنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ ببین همون کاری که میخواستی رو کردی. میریم خونه. تموم شد، فهمیدی؟ که تموم شد. حالا کجاش دیدی خانم کوچولو؟ میدونم باهات چطوری رفتار کنم. اصلا برات مهم نیست من دیشب چه حالی داشتم. این دختر کجاست؟ چی میخوره؟ کجا میخوابه؟ از نگرانی داشتم دیوونه میشدم، اما عین خیالتم نیست. اصلا من برات مهم نیستم. انشالله مادر بشی، اون موقع درکم میکنی. اون مسائل از اونجا بردار پسر، زود باش دیگه. وقتی یه مسئولیت رو بدی به محلا همینطوری میشه دیگه. حتما تو راه داره با یکی درد و دل میکنه. دخترتون رو پیدا کردین؟ آره خدا رو شکر پیداش کرد. منم پسرم رو میفرستم آنکارا. چقدر خوب، خدا کمکش کنه. ما هم داریم برمیگردیم شهرمون. مسافرین محترم آنکارا، هرچه زودتر سوار بشین. خیلی خوب، سفر خوبی داشته باشین. سفر خوش پسرم. بریم پسرم. مسافرین محترم آنکارا، هرچه زودتر سوار بشین. بوده دیگه. خدا رو شکر اومد. آی رسیدم آبجی ملکه، رسیدم. داد حسن همه طوره نگامون میکنه، به خود خجالت میکشم. سکت شو آبجی، معذرت میخوام، مامانم نزاش تنها بیام، اینم با هم فرستاد. مامان کار خیلی خوبی کرده، استانبول خیلی بزرگه، اگه یه دختر بدون مرد بیاد بیرون حتما یه بلایی سرش میاد. مراقبش باش، من میرم و زود برمیگردم. ناراحت نباش اپیک جون. چرا ناراحت باشم؟ فقط زندگیم نابود شد، همین. نه اینطور نیست، تو نمیخوای بازیگر بشی؟ میتونی خیلی قشنگ نقشه پرستار رو بازی کنی، با مانتوی سفید، با گوشی و فشار سنگ تو بیمارستان واسه خودت میچرخی و مریضا رو میبینی. تو خوشگل ترین پرستار ترکیه میشی. نقش اصلی مال توه. آره باشه، تا آخر عمرم فقط همین یه نقش رو بازی میکنم. هیچکی با تقدیرش نمی جنگه. تو هر شری یه خیری هست عزیزم، خدایی نکرده بلایی سرت نیاد. خاله محلا سرنوشت منه، اما میداد و پاکن دست مامانمه. برو. نمیرم.